عرض درود و حرمت نثار شما دوستان عزیز. محمد پیامبری که در یک شب با 11 زن سکس میکرده، 9 تا زن و 2 کنیزش، چلنج بسیار بسیار زبردستی برای مردان داره. کدامتان میتوانید مثل پیامبر اسلام معجزه کنید و در یک شب با 9 زن و 2 برده جنسیتان سکس کنید؟ میپردازیم بر روایات. شروع میکنیم از قرآن، قرآنی که به نام قرآن کریم میان مسلمانان مروج هست. از زنان خود سوره احزاب آیه 51 را یک جا با هم میخوانیم. متن سوره احزاب آیه 51 متن عربی و در پایین هم ترجمه های فارسی سوره احزاب است. از زنان خود هر کی را خواهی به نوبت مؤخر دار. خدای محمد آمده و چیکار کرده؟ در رخت خواب محمد مداخله کرده، در سکسش با همسرانش با 11 9 همسر و 2 کنیزی که داشت، 2 برده جنسی که داشت مداخله کرده. گفتن نوبت هر کدامش را میخوایی به تأخیر بیانداز، یعنی دور کن، و نوبت هر کدامش را میخوایی و هر کی را خواهی به نوبت نزد خودت بخوایی. یعنی هر کدام شخصی دور کن، هر کدام شخصی نزدیکت بیار. و اگر از آنها که دور داشته ای یکی را بطلبی بر تو گناهی نیست. اگر اون زنانت که دلت را زدن و دوباره تلبیستیشان در خدمت جنسیت قرار دادی، بر تو عیبی نیست، چون پیامبر هستی زنان را توسط پنجه هایت بچرخان. تو حق داری، تو پیامبر هستی، میتونی با زنانت بازی کنی. هر کدامش لذیذتر بود را در کنارت بخوابان، مثل گوشت مزه‌دارترش را بخور. اونهایی که مزه‌دار نیستن دورشان کن، اگر مجبور شدی اونا رو هم در کنارت دوباره بیار به میل خودت. اینم از سوره قرآنشان. میریم به سخنهای آخوند، ببینیم که آخوند بزرگوار چی میگه، هرچند اینا بزرگوار هم که نیستن. الان بگذاریم ببینیم که این بزرگوار چی میگه. لحظات پیغمبر بود اون چی که آخرین لحظات پیغمبر بود 9 تا زن داشت. 9 تا زن داشت کنیز. و این از خصائص پیغمبر، زنبارگی از خصائص پیامبرشان بوده. مردی که در یک شب با 11 تا زن سکس میکنه از خصائص پیامبرشان بوده. مرد سالم چون این کار را نمیکنه. پیغمبر خدا هر کدام از این زنها را در حجره ای قرار داده بودن. پیامبر خدا هر کدام این زنها، خب این پیامبر رسالت خدا را میورد یا مشغول سکس بود 24 ساعت؟ خودتان حدس بزنید. به اصطلاح ما یه خونه یه سویتی برای هر کدامشون تهیه کرده بودن. پیامبری که میگن از گرسنگی در شکم خود تخت سنگ میبست، الان به هر زن خود یک تا خانه یا یک سویت ساخته که با اونها سکس کنه. همون پیامبر نبود که از گرسنگی میمرد؟ بیاد داری؟ و خواه ناخواه شبها رو تقسیم کرده بودن بینه؟ بله، شبها رو تقسیم کرده بود. پیامبر دیگه کار نداشت به جز اینکه سکس کنه، شبیه خروس. این زنها هر شبی منزل یکی از این خانمها به اصطلاح حضرت تشریف می بردن. البته در روایت مفصله که دارد هر روز زن به همه زنها سرکشی می کردن، احوال پرسی می کردن، ولی نمی موندن اونجایی که نوبتشون نیست و اونجایی که نوبتشون هست توقف می کردن. در روایت داره که یه روزی که نوبت حفصه بود، الان نوبت حفصه بوده چی کار کرده؟ پیغمبر خدا به حجره او رفتن. اتفاقا حفصه کاری داشت با پدرش عمر، اجازه خواست که من اجازه دارم. نوبت سکسش با حفصه بوده، یکی از زنهاش حفصه دختر عمر ابن خطاب بود. گفتم من میرم پیش پدرم خانه حفصه یا امون حجره حفصه را محمد خالی گیر کرده، یعنی تا هیچ کس نبوده در خانه حفصه. الان میبینی که پیامبر چی کار میکنه. که برم به منزل پدرم با بابام کاری دارم و برگردم، پیغمبر اجازه دادن رفت. یکی از کنیزهایی که پیغمبر خدا داشتن ماریه قبطیه بود، برده جنسی داشته پیامبر اسلام به نام ماریه قبطیه. ماریه قبطیه چی کسی بود؟ زنی بود که به پیامبر اسلام تحفه داده شده بود، هدیه داده شده بود. زنان اینا هدیه میدادن به یک دیگر. مقوقس والی اسکندریه این زن را امروی خواهرش سیرین و محمد تحفه داده بود.
محمد این برده جنسی را تحفه گرفته بود، مثل که ما مثلا گوشی را چیزی را تحفه میدیم به یک دیگر، اینها زنان را به یک دیگر تحفه میدادن. اسوه حسنه مسلمانان پیامبر اسلام. بله. معروف. ماریه قبطیه کارش این بود، اونقدر علاقه به پیغمبر خدا داشت که هر منزلی پیغمبر خدا میرفتن، این اون چه که آخرین لحظات علاقه به پیغمبر خدا داشت که هر منزلی پیغمبر خدا میرفتن این خب اینجا این ویدیو مکمل نیست، الان من ویدیو مکمل ترش را برای شما دوستان که محمد اینجا یک رسوایی جنسی میاره، این رسوایی جنسی را برای شما این آخوند خودش تعریف میکنه که محمد چی کاره بود و چگونه رسوا میشه توسطه این میومد برای خدمتگذاری. پیغمبر خدا چیزی میخواستن تهیه میکرد. ماریه قبطیه طبق روالش در اتاق حفصه آمد وقتی که حفصه نبود. حفصه را دختر عمر ابن خطاب را که همسرش بود دیدین که پیش پدر خود رفت، خانه حفصه خالی بود، یعنی تخت خواب حفصه یا همون محل خواب حفصه خالی بود. الان ماریه کنیز خود محمد میفرسته در خانه حفصه و در کنار پیغمبر. پیغمبر خدا اونجا دارد که خب کنیزشونه، حفصه هم نیست، اونجا برده جنسیش است در خانه همسرش. برده جنسی خود را میبینه، آلت تناسلی خود را پیامبر کنترل کرده نمیتونه، در محل خواب همسر خود با کنیز خود مشغول سکس میشه. پیامبری که نمیتونست آلت خودش را کنترل کنه از جانب خدا آمد، یعنی در خانه همسر خود در خانه حفصه با کنیز سکس را شروع کرده، با برده جنسی سکس کردن را شروع کرده که حفصه میای گیرش میکنه. دارد که با ماریه قبطیه به عنوان از کنم محرمیت هم بستر شده، هم بستر در خانه همسرش با برده جنسی. اینم از اخلاق پیامبرشان است، خودشان هم اقرار میکنن. منابع زیاد داره این مسئله. حفصه که برگشت از منزل پدرش وقتی رسید که هنوز ماریه قبطیه در اتاق خودش، در اتاق وقتی حفصه برمیگرده از پیش پدرش میبینه که محمد با ماریه قبطیه مشغول سکس است در خانه همسر خود، در محل خواب همسر خود با برده جنسی سکس میکنه، همسرش هم گیرش میکنه. حفصه بود صبر کرد، ماریه از اتاق خارج شد. حفصه هم دیدین که بیچاره صبر کرده که سکس محمد تمام شد و صدای سکس محمد هم میشنیده در پشت اتاق. او یس او نو همه اینا رو میشنید، البته به زبان عربی. الان گوش کنین ادامهش را. حفصه آمد و اون حالت به اصطلاح چیزی که بین زنها هست که نمیتونن ببینن که مثلا در ساعت خودشون پیغمبر میگه در بین زنها هست چیزی که نمیتونن در ساعت خودشون ببینن، یعنی زنها باید نوبت شوند ساعت خودشون. یک زن یک ساعت در پیش یک مرد داره، زن بعدی پیش همون مرد ساعت داره. اینا فکر میکنن که زنان را ما باید ساعت برشان بدیم که در کدام ساعت با کدام زن ما سکس کنیم. ارزش زن در دین والا اینها را میبینین دوستان عزیز. بعد اینها میرن از اخلاق صحبت میکنن، با زن دیگه ای کنیز دیگه ای باشه شروع کرد ناراحتی کردن. پیغمبر خدا میدانستن که حفصه الان همین مطلب را بهانه میکنه برای عرض میکنم فتنه کردن. بله. پیامبر میره در کجا؟ در رخت خواب همسر خود با زن بیگانه سکس میکنه، با زنی که نکاح نکرده. خب زنا از دیگه، اگر بدون نکاح اینا سکس کنن زنا میشه، پس چرا وقتی با برده تون سکس میکنین زنا نمیشه؟ با برده اگر نکاح میکنین بعد سکس میکنین، نخیر بدون نکاح، بدون عقد نکاح با برده هایتون سکس میکنین، پیامبرتون هم زنا میکرده. خب با ماریه که اون زمان عقد نکاح نبسته بود، ماریه را که تحفه داده بودن برش، مالک ماریه بود، ماریه را اختیار کرده بود، الان میگه زن فتنه میکنه. زنهای دیگه میگه، زنهای دیگه رو عرض میکنم سبب ناراحتیشون رو فراهم میکنه، مخصوصا که روایات ما و روایات اهل سنت دارد که هیچ سری بین حفصه و عایشه مخفی نمیمون. پیغمبر خدا برای دفع شر حفصه، شر حفصه یعنی زن بازم شر داره و زن شیطان است،
اونجا به اصطلاح خودمون میگیم برای اینکه در دهنش را ببندن، پیغمبر خدا قسم خوردن که دیگه از حالا به بعد با ماریه قبطیه همبستر نخواهم شد. پیامبرشون در رخت خواب خود ماریه سکس گیر کرد در حالت رابطه جنسی بالای یک دیگر. محمد گفتی که پاپا کس نگو آبروی ما میریزه، بعد ما دیگه با این زن سکس نمیکن. ماریه را بر خود حرام کرد. بعد الله محمد بداو بداو آمد ماریه را دوباره به محمد حلال کرد. سوره تحریم را با 12 تا آیت فرستاد که نخیر تو چرا او زن را دیگه امرش سکس نمی کنی؟ محمد ما زنان را برای عادت تناسبی تو برای حلال کردیم، تو چرا حلال ما الله را حرام می کنی؟ این رابطه شخصی، سکس های شخصی شده دین تو، شاید باورت نشه. امین سکس های شخصی محمد شده مقدسات تو، هموطن عزیز ما در قرن 21. الان میریم به صحیح بخاری، کتاب معتبر که هیچ حدیث ضعیف در خودش نداره. در صحیح بخاری یک تا حدیث ضعیف وجود نداره. میریم ببینیم که در صحیح بخاری محمد در یک شب با 11 تا زن خود سکس میکرده، البته 9 زن و 2 تا کنیزش. میریم ببینیم که چه کار میکرده این آقا. روایت را در روی سکرین به دوستان عزیز به نمایش میگذارم. دوستان عزیز، اینم کتاب صحیح بخاری شد. باز میکنمش، بزرگش میسازم، کتاب صحیح بخاری. ببینید دوستان عزیز، کتاب پنجمش هست، کتاب غسل با ترجمه فارسی، و بابش هم باب 12 هم کسی که جماع کند و سپس جماع کند و کسی که بر زنان خیش گردش کند و به غسل اکتفا کند. یعنی چی؟ یعنی کسی که اگر 9 تا زن داشته مثل پیامبر اسلامشان، با زن اول سکس را شروع میکرده ادامه میداده بدون غسل، یعنی بدون شستشوی آلت تناسلیش، ادامه میداده میداده میداده، وقتی با زن 11 خلاص میکرده میرفته یک بار غسل میکرده پیامبر اسلام. یعنی ترشحات واژنی را از همه زنها میورداشته با آلت تناسلی خود در زن دیگه فرو میکرده. بدبخترین زنان، زنان محمد بودن. کتاب محمد قبل از اینکه با زن دوم، زن سوم، زن چهارم تا زن 11 سکس کنه، آلت تناسلی خود شستشو نمیکرده. با همون حالت تناسلی که تا بعد از اینکه دخول صورت میگیره میرفته با زنای بعدی خود سکس میکرده. این آقای محمد، کتابش هم معتبرترین کتاب، کتاب صحیح بخاری. کتاب صحیح بخاری دیگر روایت ضعیف در خودش نداره. باب 12 هم حدیث شماره 260 اجازه بدین دوستان عزیز یک نظر. حدیث شماره 268 بله در روی سکرین میارم متنش، هم اینم متن عربیش، اینم متن فارسیش. الان متن فارسی را بزرگتر میکنم تا شما دوستان عزیز دقیق تر بخونین و ببینین که پیامبر اسلام چی کاره بودن. دوستان عزیز، اینم بابش، باب کسی که جماع کند و سپس جماع کند و کسی که بر زنان خیش گردش کند و به غسل اکتفا کند. کتاب صحیح بخاری. حدیث شماره 268 را با هم یک جا میخونیم. ببینید در حدیث شماره 268 چی گفته. از قتاده روایت است که انس ابن مالک گفت پیامبر در برخی اوقات از روز و شب بر زنان خیش گردش میکرد و آنها 11 زن بودند. قتاده میگوید انس را گفتم آیا طاقت آنقدر سکس را یا جماع را داشت؟ دوستان عزیز، گفته آیا طاقت آنقدر سکس را داشته که در یک شب با 11 تا، در شبانه روز با 11 تا؟ خب شبانه روز یا یک شب مهم نیست، در 24 ساعت. حتی راوی هم چشمش بر آمده، گفته بابا جان مگر طاقتی اندازه سکس رای پیامبر اسلام داشته؟ بعد او چی گفته؟ در جواب برش چی گفته؟ جواب طرف را میخوانیم که در مورد این طاقت جنسی پیامبر اسلام چی گفته. ببینید دوستان عزیز، در مورد طاقت جنسیش گفته. انس گفت، اینجاست، انس گفت می گفتیم که برای آن حضرت نیروی 30 مرد داده شده است و سعید بر روایتی از قتاده گفته است انس تعداد زنان را 9 نفر گفته. 9 نفر تعداد زنانش هست، یعنی همسرانش، و 2 نفر برده های جنسیش هست که در یک شبانه روز با 11 تا زن چیکار میکرده؟ پیامبر اسلام سکس میکرده و یک بار غسل میکرده و قدرت 30 مرد را داشته. کاش الله پیامبر برایش قدرت
عقل یک مرد را میداد. عقل یک مرد سالم را اگر به پیامبر میداد، امروز ما به این سرنوشت دچار نمی بودیم. اگر پیامبر اسلام برابر یک مرد سالم عقل می داشت، ما امروز دچار این جفنگیات نمی بودیم، امروز بدبخت نمی بودیم با این آیین اسلام. متاسفانه که فقط به آلت تناسلیش قدرت داده بود، نه به سرش، نه به مغزش. مغزش قدرت نداشت. کاش که شرف یک مرد را برش می داد. مردی که با 11 زن در یک شبانه روز سکس میکنه آیا فاحشه نیست؟ زنان مسلمان اجازه میدین مردانتان با 9 یا 10 زن قبل از شما سکس کنن، بعد با همون آلت ناشسته بیاین بر شما دخول کنن؟ اگر اجازه میدین اسلام تبریکتان باشه، شما مسلمان هستین، شما زن مسلمان هستین. اگر اجازه نمیدین برایتان شرم‌آور است، واقعا ننگ بر شما باد که دیگر بگوین من زن مسلمان هستم. ننگ بر شما باد که میبینین پیامبرتان چنین است، اما بازم میگین صلی الله علیه و آله و سلم. اینم از پیامبرتان. خب تعداد زنهایش هم با در لیست ها میگن که این تعداد زنهایش چی کسانی بودن. با افتخار میگن مؤمنین تعداد زنهای پیامبرش. اسم زنهایش هم در صحیح بخاری در اینجا آمده که برای تو شما دوستانم نام میگیرم. عایشه 1 702، ام سلمه 3، زینب بنت جهش 4، ام حبیبه 5، جویریه 6، میمونه 7، سوده 8، صفیه 9، زینب بنت خزیمه 10 و ریحانه. دو کنیز، ریحانه و ماریه. بفرمایید. دو تا برده جنسی و زنانش و یک شب سکس میکرد. شمایی که تقدس محمد در ذهنتان به این اندازه زیاد شده که خودتان را فراموش کردی، شمایی که نمیدانید این محمد چه کسی بوده، و بخونید سیره ابن هشام را، بخونید صحیح بخاری را، بخونید صحیح مسلم را، بخونید تاریخ اسلام را، بخونید برخورد پیامبرتان را با زنها، با مخالفین، برخورد پیامبرتان را با زنهای خودش بخونید. این که از ملا میشنوین پیامبر ما بسیار مهربان بوده، ملا براتون میگه. خب خودتان کتاب باز کردین، سیره ابن هشام را خواندین، سیره ابن اسحاق را خواندین، تاریخ مغازی، تاریخ جنگ های محمد را خواندین؟ نخواندین که ملا براتون گفته. چی میدونین که ملا راست میگه یا دروغ؟ ما که برایتان از پیامبرتان وقتی رفرنس میاریم، در صحیح بخاری گفته که در یک شب با 11 تا زن سکس میکرده، در یک شبانه روز 11 تا زن بر 11 تا زن دخول میکرده، یک بار غسل میکرده. یعنی از یک زن با زن دیگه که میرفت سکس کنه، نزاکت هم بلد نبوده، نظافت هم بلد نبوده که آلت تناسلی خودش شستشو کنه. مستقیم میرفت بر زن دوم دخول میکرده، بعد از اون مستقیم میرفت بر زن سوم دخول میکرده. التماس تفکر برای شما، التماس کنیم که تفکر کنیم. این فرد عیاش، این فرد زنباره، این فردی که با دختر 6 ساله‌م هم خوابگی کرده، امروز شده سرور کائنات. خب اگر قرار باشه محمد سرور کائنات باشه، هر پیدوفایل، هر زنباره، هر زنکباز، هر عیاش، هر قاتل، هر دوست میشه سرور کائنات؟ شما سرور کائنات پس زیاد دارین. یک محمد نبوده و پیامبرای جدید هم ایمان بیارین لطفا. زیاد هستن در سال 2023 که ما داریم زندگی میکنیم. امیدوار هستم فکر کنیم. سپاس از توجه تمام شما دوستان عزیز. لطفا منابعی را که من میگم دوستان عزیز، به این منابع شما اتکا نکنید. شاید ما اشتباه بگیم، شاید ما دروغ بگیم، شاید ما دشمن اسلام باشم. لطفا شما منابع خودتان چک کنید. شماره حدیث صحیح بخاری را براتون گفتم، شما باز کنید صحیح بخاری را. شما اگر نیاز دارین به کتاب صحیح بخاری، در گوگل پی دی افش هست، در 7 جلد است، بسیار منظم به زبان فارسی ترجمه شده. هیچ کدام شکی در این کتاب به اساس گفته خودشان وجود ندارد. بدرود دوستان، اوقات خوش داشته باشید.